یعنی راستیتش دماغم بود، دماغم هزینه کردم شد بینی و پشیمون نیستم، از لولو به هلو تبدیل شدم. آره. خب بیشترین هزینه ای که من میکنم بیشتر برای لباسه که خب 100% پشیمونم. متاسفانه با اینکه دوست دارم جنس ایرانی رو حمایت کنم، همیشه اول کار دست میذارم رو جنس ایرانی، ولی این فرهنگ‌سازی بین مردم نشده متاسفانه که جنس ایرانی باید بیاید حمایت کنید بخرید، چون اگه من تنها حمایت کنم ضرره و تا الان ضررش کردم و الان پشیمونم که چرا همه مثل من فکر نمی‌کنن. بیشترین هزینه‌تون صرف چه چیزی میشه توی زندگی، ماهانه، سالانه؟ خب بیشترین هزینه‌ای که الان داریم انجام میدیم، بیشتر به بخش کارمون داریم تمرکزشو گذاشتیم رو کارمون که کارمونو بتونیم گسترش بدیم. هزینه ها داره صرف بهتر شدن کیفیت کارمون، بهتر شدن ارائه کارمون، اینا رو داریم انجام میدیم. بقیهش هم دیگه هر چیزی هم بمونه دیگه خرج خودمون میکنیم. حالا لباس تفریحاتتون چه جوری هست اگه بخواین توضیح بدید؟ تفریحاتمون هم خب بیشتر که حالا چون کارمون کافه و رستوران هست، بیشتر تفریحمون تو همون محیط کارمون. حالا وقتی اضافه بیاریم با دوستان دور هم، حالا یا خونه هم هستیم یا تو باغ هستیم یا دور هم هستیم دیگه، تفریح حالا به صورت مسافرت باشه یا زمان طولانی داشته باشه نه، معمولا روزمرگیمون میگذره. بعد اون مبلغی که خرج هزینه کارتون در واقع صرف امور کاری میشه، صرف چی دقیقا میشه توی کارتون؟ خب خرج مهارت نیروها که کارشون رو بهتر انجام بدن، استعداداتشون بیشتر بشه، تجربهشون بیشتر بشه، روابط عمومیشون، طرز برخورد با مشتری، از اون ور هر هزینه کیفیت متریال استفاده شده تو آیتمامون میشه، هزینه حالا دکوراسیون، فضای سبزمون، بیشتر داخل این مسائل داریم هزینه میکنیم. حالا اگه بخواین یه معرفی کوتاهی از محل کارتون کافه داشته باشید لطف کنید که آشنا بشن بیننده های ما. خب محل کار ما که الان داخل پیاده روی سلامت هست، یه باغ هست که قبلا این تشریفات مجالس بوده، عروسی میگرفتیم، با توجه که الان دیگه اومدن پیاده روی سلامت کردن و ماشین دیگه تردد نداره، ما تغییر کاربری دادیم به کافه و فست فود که حالا داخل کافه فست فودمون تا چند روز آینده میخواییم برنامه‌های تئاتر و موسیقی زنده داشته باشیم، ولی فعلا الان داریم با کافه و فست فودمون مجموعه رو میگردونیم و پذیرای مشتریان هستیم و اینکه دیگه همینا فعلا مد نظرمون است تا تو آینده دورتر فضا رو گسترش بدیم، کار رو گسترش بدیم، خدماتمون رو گسترش بدیم و برنامه‌های جدید بتونیم داشته باشیم. بلن همین. اگه بخواین دقیق تر اسم و لوکیشن کافه رو بگید که مردم راحت تر پیداش کنن ممنون میشن. داخل پیاده روی سلامت، کافه فست فود بالسا که زیر مجموعه شاطر عباس هست. بیشترین چیزی که توی زندگی بابتش هزینه میکنید صرف چه چیزی میشه؟ من صرف ورزش. دقیقا چه ورزشی، چه جوریه؟ من مربی رشته‌های ترکیبی هم، پارکور، ژیمناستیک، کلستنیکس، کراسفیت، دفاع شخصی و و و غیره. بعد اینکه دقیقا چه رشته‌ای رو شامل میشه کسی که بخوام بیان پیش شما؟ خب دیگه میشه ترکیب همین رشته ها، یعنی به صورت ترکیبی فعالیت میکنم، سبک پارکور، ژیمناستیک، بعضی از حرکات تکنو، کلستینیکس، کراسفیت، آکروبات رزمی، دفاع شخصی و تقریبا همینا. بعد اینکه آیا رنج سنی خاصی رو میپذیرین؟ سن خاصی حتما باید پیش شما بیاد؟ نه نه، محدودیت سنی نداره، بعد با توجه به سن و حالا هر کسی تو هر سنی آموزش مربوط به همون سن و آمادگی بدن خودش رو میبینه،
یعنی اینکه اگه کسی بیاد از سن 50 سال به بالا بخواد آموزش، محدودیت سنی نداریم، 50 سال به بالا بخواد آموزش ببینه، ایشون برای سلامتیش میاد، میاد آمادگی جسمانی کار کنه، اونم در حدی که فقط بتونه سلامتی بدنشو داشته باشه. نمیتونه بره سراغ یه سبک ورزش قهرمانی، یه ورزش سنگینی که بهش آسیب بزنه. کسی که تو سنین پایین بیاد، میاد سراغ حرکات آمادگی جسمانی، اونم با توجه به سن خودش که فشار بهش نیاد، ژیمناستیک، حرکات پارکور و تقریبا دفاع شخصی، و اونم تا یه حدی فشار میاد، یعنی تا یه حدی کار میکنه که به رشد قد و برسر به سلامتیش آسیب نزنه. کسایی که تو سن شما باشن باز رشته‌های متفاوت کار میکنه، هر کسی با توجه به سن و وزن و قد و ایناش دیگه اونو ما تشخیص میدیم، یا اینکه مدت کوتاه فعالیت میکنه ببینم به چه رشته علاقه داره و با توجه به همون رشته ما باهاش کار میکنیم. شما خودتون تقریبا چندین ساله به صورت حرفه‌ای ورزش میکنید؟ من از زمانی که خودم رو شناختم 5-6 سالم بود، خودم به صورت همینجوری شروع کردم به فعالیت، به رشته های ورزشی علاقه داشتم. اکثر فیلم هایی هم که میدیدم پای تلویزیون مینشستم، اون موقع ها فیلم های ورزشی بود، رزمی بود، علاقه خیلی خاصی به جکی جان داشتم، بروسی داشتم، ورزش های ترکیبی، آره دیگه اینا رو. خلاصه کم کم چون من تمام رشته ها رو دوست داشتم و مربی نبود، کسی نبود ما رو آموزش بده و اون موقع محدود بود، آنچنان باشگاهی نبود، خودم شروع کردم فعالیت و الان حدود از سن 6-7 سالگی تا به امروز که 39 سالمه بدون مربی کار کردم و خدا رو شکر بهترین شاگردانم تو سطح کشور و خارج از کشور دارم. خودتون تو این زمینه آیا آموزش مرتبط داشتین، مدرک مرتبط دارین؟ خودتون پیش چه کسی آموزش دیدین؟ من پیش کسی آموزش ندیدم، ولی مربیگری تو اکثر رشته ها دارم. 10-12 تا مربیگری دارم، 10-15 تا 20 تا حکمای حالا دانی 1، 2، 3، 4 از رشته های مختلف دارم، قهرمانی زیاد دارم تو رشته های مختلف، تو خیلی از مسابقات رشته های ترکیبی شرکت کردم، مقام آوردم، حالا تلویزیون رفتم، شبکه تلویزیون رفتم، دعوتم کردن، و اینکه بر صورت به صورت قانونی فعال، درسته مربی نداشتم، کسی نبوده من آموزش بده، چون تو رشته من کسی نبوده، همین الانم هم رشتم و به صورت ترکیبی 10-12 رشته فقط خودم کار میکنم، خودم یه ابداع کنندم، خودم این رشته این سبک رو ساختم، ولی خب به صورت قانونی فعالیت کردم، سعی کردم حالا به وسیله مطالعه، شرکت در کلاسایی که نیاز بوده علمم بیشتر بشه، کتابایی رو خوندم که بتونم به صورت قانونی و با علم آموزش بدم، نه اینکه یاد گرفتم اومدم بدون مدرک بگم اومدم تو حالا خیابون دارم آموزش میدم، توی پارک آموزش میدم، نه، برسر به صورت قانونی توی باشگاه ها فعالیت کردم، الانم بهترین باشگاه رو در اختیارم میذارن، تو باشگاه هم شاگرده خصوصی اکثرا مربیان اونا رو آموزش میدم، ولی دیگه سعی میکنم بیشتر تو فضای آزاد بشم، سعی میکنم یه کوچولو با این ورزش ها زندگی کنم. بعد اینکه کسایی که بخوان پیش شما آموزش ببینن کجا باید بیان، از کجا باید شروع کنن؟ کسایی که میخوان کار کنن، حالا بعضیا خود باشگاه رو در نظر میگیرن که آقا من میخوام فقط توی باشگاه فعالیت کنم، و بعضی هم فضای آزاد مثل اینجا بستگی به، ولی کلا دوست دارم بیرون آموزش ببینم، یعنی ورزش ما یه ورزش خیابونیه، کسی هم که میخواد یه ورزش خیابونی با قدرت کار کنه، اگه زیاد وابسته به باشگاه باشه، اون بیرون نمیتونه دقیقاً مثل ماها با همون قدرت کار کنه، باید بیرون فعالیتشو داشته باشه علاوه بر باشگاه. ولی بعضیا هستن که فقط میگن آقا ما دوست داریم بیرون فعالیت کنیم، هم ورزش هم تفریح، چیزی که الان خودم دوست دارم، ورزشم و تفریحم یکیه. شما بخواید خودتون رو معرفی کنین، آیدی اینستاگرامتون بتونن دنبالتون کنن و بشناسنتون، لطف کنین اگر اطلاعات. من سیاوش جهانیم، ورزشکار، یه کوچولو بلاگر، مربی رشته های ترکیبی، پیج اینستاگرامم سیاوش جهانی تایگر ایران که به فارسی بزنی میاد، سیاوش جهانی اسپورت به انگلیسی، و پیج دخترم که یه ورزشکار خیلی معروفه تو ایران به اسم غزل جهانی، اینو میتونید دنبال کنید. سوال امشب ما این هستش که بیشترین هزینه که تو زندگی روی چیزی کردین و ازش پشیمون نیستین چی بوده؟ اگه بخوام راستشو بگم بینیم،
یعنی راستیتش دماغم بود، دماغم هزینه کردم شد بینی و پشیمون نیستم، از لو به هلو تبدیل شدم. چقدر هزینش رو؟ 80 تومن. بعد اگه از دکترتونم راضی بودین اسمشو بگین. نمیگم، میرین پیداش میکنین. نمونه کار دیگه. نه نمیگم. حالا اگه بخوایم بپرسیم که رو چه چیزی خیلی هزینه کردی و پشیمون شدی، اون چی بوده؟ پشیمون شدم؟ دوست پسرام. بعد اینکه چرا پشیمون شدی، یعنی ارتباطتون چرا سرانجام خوبی نداشت؟ والا نمیدونم، خودم هم نفهمیدم. خب میدونی کلا پسرا همین جوری هم دیگه. آره لاشی باشه نباشه میره. پس دیگه امیدی بهشون نیست. خب بعدش آره نگاه، اینو درس بگیرین که همه پسران میرن، چه پسر عاشقت باشه، چه لاشی باشه، چه نباشه باشه. آفرین. پس بلند. چه نتیجه هزینه کنین یا نکنین میرن، پس هزینه نکنین. آفرین، خیلی پند آموزنده ای بود واقعا، ممنونم. انشالله که هیچ دختری به تجربه منفی که پسری بخواد ولش کنه نرسه. خب بیشترین هزینه ای که من میکنم بیشتر برای لباسه که خب 100% پشیمونم، ولی مثلا برای ساز و مثلا چیزای دیگه که مثلا براش هزینه میکنم اصلا پشیمون نیستم، چون علاقمه و بهش اهمیت میدم. مثلا چقدر به صورت میانگین روی آموزش و نوازندگیتون تا حالا هزینه کردید؟ خب کلاسای ماهانه مثلا ویالون و اینا حداقلش 1300 و اینا هستش، و خب سازم ماهانه مثلا بخوای حالا عوض کنی یا مثلا بخواد کوچیک بشه و اینا معمولا 30 تومن، حالا بستگی به نوع ساز داره دیگه، از 30 تومن شروع میشه. نسبت هزینه لباستون به آموزش ویولون که میبینید چقدره؟ هزینه لباستون چقدر تقریبا میشه؟ هزینه لباس بستگی مثلا هر فصله، یعنی مثلا برای تابستون ماهی مثلا، یعنی توی این 4 ماه تابستون حدودا 10 میلیون ماهانه؟ نه کل مثلا تابستون. آها 3 ماه تابستون 10 میلیون. آره. بعد شهریه کلاس ویولونتون تقریبا ماهی چقدر میشه؟ ماهی 1300. پس حس میکنین که روی لباس زیاد دارین هزینه؟ آره دقیقا همینطوره. من شخصا صرف ورزش کردم. ماهیانه به طور میانگین چقدر هزینش میشه؟ حالا ماهیانه که نیست، ولی خب مثلا الان دوچرخم رو ببینید، شما نمیتونید ماهیانه مثلا بگید که من اینقدر تومان ایکس تومان خرج میکنم، ممکنه تعمیرات پیش بیاد، ممکنه لباس نیاز پیدا کنی، لباست پاره بشه، ولی خب سالانه میشه گفت من به شخصه چیزی حولوش 100 و خورده ای حالا در حد توان کارمندی من خرج میکنم. آها، یعنی سالانه حدوداً 100 و خوردی میلیون خرج بحث ورزش میکنم. آره آره. شما صرفاً برای سلامتی ورزش میکنین یا تحصیلات مرتبط با این زمینه داشتین یا علاقه دارین؟ والا تحصیلات مرتبط که دارم، ولی بیشتر علاقه است، و اینکه ورزش کردن منو به شخص هم حال روحیمو خوب میکنه هم حال جسمی. بعد اینکه غیر از دوچرخه سواری چه رشته‌های دیگه شما فعالیت داشتین؟ من تقریباً چون عرض کردم خدمتتون رشتم تربیت بدنی بوده تحصیلیم، تقریبا توی همه ورزش ها یه سرکی کشیدم، ولی خب اونی که بیشتر انجام بدم دوچرخ سواری در حال حاضر، چون سنم یه کمی از 30 رفته بالاتر، فوتبال فوتسال رو کمتر کردم چون یه ورزش های آسیب زایی هستن. حدودی از زمانی که حالا تحصیلاتتون تربیت بدنی بوده چند ساله که تقریبا ورزش رو جدی کار گرفتین؟ از سن 18 سالگی تقریبا، حالا چون من شیرازی نیستم شهرستانی حساب میشم، از سن 18 سالگی ورزش رو تقریبا نه حرفه‌ای نیمه حرفه‌ای، چون مثلا حالا تو لیگ شهرستان تو لیگ استان تقریبا جوانان فوتبال بازی کردم، از اون موقع تا حالا ادامه دار بوده. آها، یعنی بینش وقفه طولانی نیفتاده زیاد؟ نه همیشه مدام بوده تقریبا. آره.
بعد اینکه بخواین یه توصیه برای اونایی که میخوان دوچرخه سواری رو شروع کنن داشته باشین به لحاظ خرید دوچرخه، کفش مناسب، لباس مناسب، چه توصیه‌ای میتونین بکنین؟ والا دوچرخه سواری الان دوچرخه‌ای که من دارم تقریبا یه دوچرخه نیمه حرفه‌ایه، در حد معمولیه. یه دوچرخه‌ای که استاندارد باشه، شما بتونید باهاش ورزش بکنید و آسیبی نبینید و مناسب از لحاظ ایرودینامیک، از لحاظ مثلا پارامترایی که باید یه دوچرخه خوب داشته باشه، الان امروز اگه بخواید نو بخرید زیر 50 تومان نمیتونید بخرید، ولی اگه بخواید دست دوم هستن، پیجایی تو اینستاگرام هستن یا فروشگاهی هستن شیراز، حالا من اسم نمیارم، هستن که دست دوم معتمدن، شما میتونید مراجعه کنید، در حد 30 تومان دوچرخه خوب گیرتون میاد، حالا وسایل جانبی هم در حد 7-8-10 تومان بستگی به جنسی که بخواید هزینه بکنید، حالا لباس میخواد، ضروریات دوچرخه، کلاه اولین چیز، مهمترین چیز، بعد دستکشه، بعد یه دوچرخه استاندارد، حالا دیگه لباس و اینا هم در حد توانش آدم میتونه هزینه کنه. حالا یه دست لباس دوچرخه سواری معمولا حالا یه شلوار یا پیرنش حولوش 1.5، حالا دیگه شما بستگی به جنسی که دارید میخرید. سوال ما این هستش که بیشترین هزینه که توی زندگیتون، چه زندگی روزمره چه تا به الان، برای خودتون انجام دادید چقدر بوده و آیا ازش پشیمون هستین یا نه؟ خدمت شما عرض کنم که من موقعی که هزینه میکنم برای بدنم، برای باشگاه، برای داروی مکمل بدنسازی اینا خیلی خوشحالم و اگه بخوام دروغ نگم آماتور میتونم تمرین کنم، چون حرفه تمرین کردن باز خیلی بیشتر از اینا هزینه میخواد، ولی الان خوشحالم که میتونم خرج سلامتیم بکنم و بالاترین خرجی که خوشحالم میکنه همینه که خرج تن سالمم بکنم. هزینه‌ای که داشتین ولی ازش پشیمون شدین چی؟ هزینه‌ای که پشیمون شدم خب خیلی زیاد بوده. معمولا تو حالا تو صنف خودم بخوام مثال بزنم، کیفیت کارهای لباسه ایرانیه که مشتری اصلا دوست نداره و راضی نیست و همیشه به خودم میگم ای کاش این پولو بابت جنسای ایرانی خرج نمی‌کردم و آره که ضرر کنم و بخوام کار ایرانی بفروشم و همیشه باعث ضرر من این شده متاسفانه. با اینکه دوست دارم جنس ایرانی رو حمایت کنم، همیشه اول کار دست میذارم رو جنس ایرانی، ولی این فرهنگ‌سازی بین مردم نشده متاسفانه که جنس ایرانی باید بیاید حمایت کنید بخرید، چون اگه من تنها حمایت کنم ضرره و تا حالا هم ضررش کردم و الان پشیمونم که چرا همه مثل من فکر نمی‌کنن. حالا شما که تو این صف هستین، بخواین یه برند ایرانی خوب که نسبت به قیمتش کیفیت قابل توجهی هم داره نام ببرین، چه برندی؟ برند میتونم برند تو مردونه فکر میکنم هاکوپیان باشه که یکی از برندهایی که میشه الان جز برندهای خوب باشه، آلیزه، هاکوپیان، این دوتا برنده، ولی متاسفانه اگر قیمتشون بالاست که مردم عموم که قدرت خریدش ندارن و به دست عموم مردم نمیرسه، به دست کسایی که خیلی پول دارن و مایه دارن اونا میپوشنشون. پس از بین برندهای ایرانی هاکوپیان تایید میکنید؟ بله، من تاییدش میکنم. خیلی ممنون از شما جناب، شبتون خوش، خدا نگهدار.